فعالیت های گروه آریان به حالت تعلیق در اومد. این سرفصل عنوانی بود که اکثر رسانه های مکتوب و دیجیتالی ایران این روزها بهش پرداختن. صحبت ها و حرف و حدیث های محسن رجب‌پور و مصاحبه هایی که ایشون اومدن و در مورد این اتفاق داشتن باعث شد که این خبر خیلی زود در بین رسانه ها گل کنه. گروهی که جزو یکی از پایدارترین و قدیمی ترین گروه های موسیقی پاپ تو ایرانه، امروز به جایی رسیده که فعالیت های خودش رو به حالت تعلیق درآورده. قرار شده امروز با اعضای گروه آریان بشینیم و در مورد این اتفاق ها صحبت کنیم. خب بچه های آریان، بعد از حدود 14 سال فکر میکنم امروز به جایی رسیدیم که باید این تیتر رو استفاده کنیم که آریان چرا به بن‌بست رسیده و چرا این حالت تعلیق فعالیت های گروه از کجا به وجود اومده؟ من قبل از اینکه اینو صحبت شما رو جواب بدم و شروع کنیم صحبت رو، من از طرف خودم و بچه آریان یه عذرخواهی از شما به شما بده کار هستی، به خاطر اینکه شما باید بیشتر از اینها از گروه آریان لذت ببرید، نه اینکه دچار دردسرها و درگیری‌ها و این اتفاقات بشین که واقعا برای خود ما ناامید کننده است و ناخوشایند، ولی روزهای خوش بالاخره میرسه. امروز هستم اینجا خدمتتون که تمام ناگفت‌های آریان گفته بشه، حرفای دلمونه و من ارتباطم با اون بالایی خیلی خوبه و تصمیم گرفتم برگشتم که تکلیف روشن بشه برای خودم. نه دشمنی با کسی داریم، نه میخوام کسی رو ناراحت کنیم، نه میخوام کسی رو بزنیم، فقط دوست داریم سر پا بمونیم و ادامه فعالیت بدیم و نمیذاریم هم کسی اینو خرابش بکنه. آریان به بن‌بست به نظر من نرسیده. به نظر من امروز روز آزادی آریانه. ما در یک بن‌بست و در یک بن‌بستی قرار داشتیم که هیچ راهی جز و اگه میخواستیم آریان بماند باید تحمل میکردیم و باید با اون شرایط کار میکردیم. این شرایط شرایطی بودش که تحمل میشد از طرف بچهای آریان، ولی به خاطر نجابت، به خاطر احترام، به خاطر دوست داشتن، به خاطر عشق به کارشون و به خاطر اینکه اگر قرار بود صحبت بشود و اما و چرا و سوال شود، گوری آریان پاشیده میشد، ولی اتفاقات دست به دست هم دادی که امروز به اینجا برسیده. من فکر میکنم که من یعنی هم نظرم با هم رأیم با پیام، به نظر منم تا الان تو بن‌بست بوده، چون هیچ حرکتی تو این 4 سال اخیر هیچ اتفاقی نیفتاد و یه چیز ساکنی مونده بود، ولی اتفاقا الان ممکنه اون اتفاقی بیفته، اون حرکت اتفاقی بیفته، اون به جلوه باشه. یعنی منم فکر میکنم مثل پیام که از بن‌بست تازه اومدیم بیرون، تازه داریم تکون میخوریم. خب اگه فکر میکنی که توی همه این سالها آریان توی بن‌بست بود، چرا تو همه این سالها در واقع هیچ کدوم از اعضای گروه آریان نیومدن صحبت نکردن؟ دلیلش کجا میدونی؟ به خاطر همین نجابتی که بچه‌ها دارن، به خاطر اینکه بچه‌ها واقعا برای دل کار میکردن. من میدیدم، من روز اولی که یادم آریان تشکیل شد، من خب جزو نفرات آخری بودم، فکر کنم آخرین نفر بودم که به گروه اضافه شد. پیام می اومد دنبال من، ساز منو میذاشتین تو ماشین، می اومدیم با هم دیگه زیر زمین، سازو خالی کن، بشین با بچه‌ها. خب من خوب یادمه که پیام چجوری اونجا تو سعی می‌کرد بچه‌ها رو دور هم دیگه نگه داره. زحمت نینف بود، زحمت علی بود، زحمت سیامک بود، شرار جون، همه بچه‌ها زحمت می‌کشیدن. به ما مجوز نمی‌دادن به خاطر نوع مختلف بودن گروه و نمی‌شد. این کار ما رفتیم پلش کنسرت دادیم مجانی که پای من حتی از تو موقع با پزشکی در واقع سوارکاری سپاه بودم تو دوران سربازی، لگه اگر تو گشت بود تا ساعت 1:30 بچه خوابشون برده بود پشت سن، مجوز گرفتم رفتیم که اون فیلم دست من اومدش که رسید به تهران. توی شورای شعر رفتم یه بار برای شعر، یه خانمی اونجا بودش که به آقای ایشون یه آقای قد بلند کتی داشتن، سیبیلی داشتن، بهشون گفتن که فکر نکنین دکتر شما مود آقای دکتر اصفهانی کارشون رو انجام میدن، دکتر شما فقط میخوره، این آقای دکتر اون قرار خواننده بشه. اینجوری شد که گفت سلام علیکم، من رجب‌پور هستم. اونجا آشنایی شروع شد که بعد فیلم کنسرت ما میرسه دست آقای رجب‌پور. گفتم بسیار عالی، شما بیان اینجا کار میکنیم. گفتم میخوام کنسرت بدیم، تا حرکت خیلی دوست داریم کنسرت بدیم، ببینیم میدونیم مخاطبمون خیلی خوب میشه، میدونیم فکر کنیم کارمون میگیره. همه بچه ها با من دوست بودن از قبل. من این ایده رو دور هم آوردم که گفتم علی میدونم یه روز ما هم کنسرت بدیم تو سربازی. چهار روز عزیزم هیچ کدوم بچه ها اصلا جدی نمیگرفتن این که، گفتن نه کنسرت نمیدیم، شما بیان آلبوم هاتون رو با ما قرارداد ببندیم، ما آلبوم براتون میذاریم. جدی واقعا میشه آلبوم زد؟ گفتم بله میشه. آلبوم اول، دوم، سوم، تحت همه چیش به قول آقای رجب‌پور سیب زمینی هم ازش در بیاد مال ماست. اینا مال ماست. به شما آلبوم اول خیلی لطف. برای چند سال مادام العمر. دیگه تا دیگه ان شاء الله تا وقتی بمیریم دیگه تا وقتی بعد مالگی 99 ساله است. بعدش خدمت من ترکمنچای بگو دیگه. بعد خدمت واسه آلبوم اول با ارفاق، چون که همچ بارها گفتن که خیلی راضی بودن که 1,000,000 تومان هم بگیریم برین کنار، ولی من در طول این همه 4 سال برای آلبوم اول به شما 20,000,000 تومان دادم. خیلی هم خوبه. چه سالی؟ 5% آلبوم اول همه کارها رو بچه های آریان بکنن، نوازندگی، شعر، موسیقی،
فقط هزینه استودیو شرکت میداد، روی استیج نوازندگی ساز هیچ هزینه بیرون نداشتیم، فقط استودیو. این در واقع قراردادی بود که ما سه تا آلبوم فقط امضا شده داریم. در اونجا قرارداد من و علی پهلوان قرارداد امضا کردیم، نینف امیر خواست و سیامک خانم به عنوان شاهد امضا کردن. یکی از سوالای خیلی خنده‌دار برام این بود که اسم آریان هم تحت انحصاره. من نمیدونم، من پیام سالی ام، اسم پیام سالی و این تو تحت انحصار باشه، بعد از فردا برات علی صدا کنین دوستان. من یه پیام نیستم چون که اسم من در انحصار شرکته. من یه گروه سنتی داشتم، پیشنهاد کردم به دوستان، همه پذیرفتن که آریایان جمع دوستان همدل و صمیمی، گفتن باشه. حالا اومده اینجا، بعد رفتیم قرارداد، بس این محصولاتمون رو تا این قرارداد با آقای رجب‌پور واگذار کردیم. و چون که مجبور بودیم این قرارداد امضا کنیم، چون که بعد از یک سال و نیم اگر امضا نمی‌کردیم گروه پاشیده می‌شد دیگه، من توانش نداشتم دیگه. خیلی کم خندمون گرفت، مصاحبه چاپ شد از دوست خودم آقای روغنی و اولین بار اول تیترش برام شد جلد قائم مقام شرکت ترانه شرقی و مدیر اجرایی وارد 11 سال اونجا فعالیت می‌کردن که اتفاق شرایط من گفتم تو سال 85 خانم شانبیاتی اونجا بودن که تا 85 سنشون نبود. بعد پسر جوان اومده بودش خیلی محجوب، خب تو تدارکات کمک میکرد، مثلا فرض کن تو سالن من میدیدم که برای چیدمان سالن ها کمک آقای رجب‌پور میکرد و عکس ها رو ادیت میکرد و پوستر ها رو میزد که ما بعضی وقتا مشکل داشتیم، ما ایشون نمیشناختیم، ایشون ما اصلا اینو نمیشناختیم مثلا که همچین سمتی دارن. در اخیرا که ما دیگه کنسرت نمیدادیم شاید دادم که آقای رجب‌پور این برون بر کارهای آقای رجب‌پور شاید هم دارن، شاید به ما اینجوری معرفی نشده بودن. بله بچه‌های آریان به دلیل اینکه امروز و علی آدمی نیستش که درگیر باشه، علی انقدر زحمت کشید داره آریان، مخصوصا توی 3-4 سال اخیر انقدر زحمت کشید و انقدر سرخورده شد، انقدر جواب تلفن رو نمیدادن به ما. آقای روغنی گفتن که مثل فرزند آقای رجب‌پور میمونن. من از این پدر عزیزمون سوال میکنم که الان 4 سال بچه‌هاتون رو ول کردین به امان خدا، یکیشو آواره شده رفته، دوتاشون دارن گشنگی میمیرن، بقیه‌شون پول ندارن زندگی کنن. به اون مرحله هم نرسیدیم که از گرسنگی بمیره، ولی باز هم دیگه اتفاق میفته برای یه هنرمند که یه اثر هنری خلق میکنه و این شکلی میمونه پشت به اون بسته، هیچ تکونی نمیخوره، مجبور میشه که دوباره بره تو بیزینس، یعنی از دنیای هنر بیاد بیرون دوباره بره تو بیزینس. این سرخوردگی هایی که اتفاق میفته خب معلومه. عمل در تمام کشورهای دنیا کنسرت داد، همش سولد بود، از 2 هفته قبل بدون تبلیغات کنسرت ما 600 پر بود. و ما میگیم که ما به قرارداد متحدیم، ما گوش میکنیم، چشم یک کلام نگفتیم، آقا کم زیاد رقمی که اگه گفته بشه به ما پرداخت میشه. آقای روغنی خواهش میکنم به عنوان قائم مقام قراردادهای ما و رقمهای پرداختی ما رو توی این سالها بذارن، تمام دوستان ببینن که ما چقدر پرداخت گرفتیم. هیچ وقت توی هیچ رسانه ای صحبت در مورد دلایل جدایی اعضای قبلی آریان نشده. بابا سرگذشت چه یک وجب چه 10 وجب، ولی ما آریان خواهیم بود. حالا میبینیم گفتن حق همیشه تاوان سنگین داره و این شده این روزها رسم ما، 3-4 ساله شده رسم ما. آقای رجب‌پور آریان رو هم اثراتش رو طبق قراردادی که ما امضا گرفتن و هم خود ماها رو جزء مالکیت شخصیشون میدونن و جزء اموالشون میدونن. البته من این توضیح رو وسط حرفات بدم که ما این در واقع موقعیت و چیزو در اختیار آقای رجب‌پور قرار میدیم که بیان در مورد صحبت کنن. ما اصلا نمیخوایم یه طرفه به قاضی بریم. من با آقای رجب‌پور دارن که بیان صحبت کنن. ببین محسن، ما همه به اسم کوچیک صداش میکنیم. ببین بعد از آلبوم سومم قراردادی نبود، ولی این صمیمیت و این اتفاقی که بود مستقیم بدون هیچ چیزی میرفتیم بدیم آقای رجب‌پور. یعنی این فکری که اصلا بخوام که الان گفتن که پیشنهادات مالی به من شده که آریا رو بگیرم، اگر یک دونه پیشنهاد هست بیاریم بذاریم تمام سندش رو اونجا. من الان به عنوان یک فرد حقوقی تحت مقابل ما در شرکت ترانه شرقی باید صحبت میکنیم، نه شخص آقای رجب‌پور. ما نه قراردادی میدیدیم توی این مدت، نه میدیدیم چقدر بسته میشه، چقدر بلیط فروخته شدیم، همیشه صحبت بر این بود که ضرر 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 ضرر. به هر حال ببینیم هر اتفاقی بالاخره یه روز رو میشه. قراردادی بسته شد، پس علی پهلوان به علت محجوبیت بیش از اندازه‌اش و بسیار پسر خوب و حرف گوش کنی که هستش و هیچ نمیخواد وارد هیچ اتفاقی بیفته، بهترین کیس برای این بود که بتونیم این کارو انجام بده و وزن روم باشه. اولین اتفاقی هم که افتاد این اختلاف سر قرارداد ال جی بود. فکر میکنم که ما موقعی یادتونه یک ال جی کنسرت ال جی بود با کمی آریان و ما نمیدونستیم اصلا چرا آقا اینا مجانیه، چقدر ما باحالیم، چقدر ال جی رو دوست داریم که تبلیغش میکنیم، ولی هیچ پولی ما نگرفتیم و این اختلاف با آقای رجب‌پور بسیار بالا گرفت و اتفاقات بدی برای آقای گذار افتاد. چون که اون موقع به هر حال یه سری بود تهدیدهایی بود که همیشه بود، بچه‌ها رو میترسن و هنوزم خیلیشون میترسن از آقای رجب‌پور و یه استاد معروفی هم داره که تو بچه‌های موسیقی همه میدونن که میکنه تو گونی یا این اتفاق دیگه اصلا کاملا هست، ولی اون شوخی بود، ولی به شوخی میگفتن، ولی به هر حال شوخی و جدی ها هنوز هم هستش و تهدیدهایی که متاسفانه سالهای سال اون قرارداد باعث شد که رضا گلزار قید همکاری با آریانو بزنه. نه مجبور شد که این کارو بکنه و بعد چون که بچهای آریان هم نمیدونن بگن که آقا چون که رضا پیشنهاد کاری سینما هم داشت
پس میتونست بره کار سینما رو انجام بده. با درگیری با آقای رجب‌پور باعث شد که بسیار براش بد بشه و خیلی مملوکاری ها اتفاق براش بیفته. به خاطر اینکه آریان حفظ بشه مجبور شدیم بمونیم و این آریان هی عوض شد تا آلبوم آریان دو همه همون شکل بود. از آریان دو یواش یواش تغییر پیدا کرد و من به چه دلیل رفتم کار مبلمان کردم، چون که دیدم اگر بخوام بیام جلو و این کارو انجام بدم از همون موقع پیام باید کنار زده میشد. یک دونه از عکس ها فیلم های آریان حتی دست ما نیست، اجازه نداریم از شرکت ما شرکت بگیریم. 14 سال سابقه کاریمون یک دونه فیلم هم نداریم که بگیم این بود این بوده. من حداقل بدونم 10 سال پیش چی بوده. بنده نزدیک، من منشی بنده الان نزدیک 2 ماه و نیم 4 ماه، حتی گفتم آقا من حاضرم پول بدم به که یه سری از این آثار و فیلم هامو داشته باشم. به جایی رسید که از علی پهلوان شروع کنم. علی پهلوان ممکن نخواد این حرفا رو بزنه، ولی من به عنوان یک دوست 14 15 سالم وظیفه دارم که اینا رو بگم. خون گریه میکنه پای تلفن. چرا ما هی بگیم که هی پشت به هر دفعه ابهام صحبت کنیم؟ بهمن جان انقدر جواب تلفنشو نداد که حاضر نیست حتی صدای آقای رجب‌پور رو بشنوه پای تلفن. به مجید روغنی پیغام پسخون داده که اگر این کارو بکنه این کارو میکنم، که در این حد انزجار داره، جیغ میزنه اونجا. علی که اینقدر آروم بوده، در اونجور که من میدونم واقعا پسر کاریه، هم کارش انجام میداد که تو اشل بالا مهندس، هم کار رو صحنه‌شو دیده بودین، هم گیتار نواختنشو، هم آهنگسازیشو تو استودیو، چه تمام کارهای 4-5 سال اخیر آریانو به دوش علی بود و انجام میداد با برنامه ریزی. یه همچین آدم ممکنه اصلا ول کنه بره؟ مثلا چی شد؟ موسن چی شد؟ هم گفت هیچی. ایران بود اون موقع. ایران بودش. به منم زنگ زد. گفت که من گرفتن پول استدیو جواب تلفن من نمیداد. من پیام 100 میلیون تومان برای آلبوم اسپانسر گرفتم که این دست بچه باز بشه. جواب تلفن من نداد. بعد میگم محسن چرا جوابش نداد؟ گفت شماره‌اش روند نبود، جواب ندادم.